السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. دوستان عزیز، با رزوی صحت و عافیت همگی شما این است آغاز میکنیم به توفیق الله سبحانه و تعالی درس چهارم در مضمون نحو. دوستان عزیز، امیدوار هستیم که درس گذشته را یاد گرفته باشین و از شما یک تقاضا داریم که کدام مراجعی که برای شما داده شده در بخش منابع شما باید به آن مراجعه کنین و یک کتاب آخر امروز اضافه کردیم برای تان، الموجز فی قواعد اللغة العربیه از استاد مرحوم سید افغانی هست که یکی از بهترین کتابا، بلکه یکی از بهترین منابع و مراجع هست در این عصر در تمام جهان. استاد سید افغانی متخصص نحو و زبان عربی بود که بیرون از کشور در عربستان و سوریه به سر می برد و بهترین کتابا را به میراث مانده، و این کتاب بهترین کتاب است، بهترین تعریفات داره، مختصر مثالات تطبیقی داره. با این کتاب شما مراجعه کنین. چرا؟ از این خاطر که شما محصلین هستین، محصلین پانتون، و برای محصلین پانتون نمیشه که هر چیز استاد به زبر و زیر بگویه، ما فقط خلاصه و ملخص و یک چیزای عمده که مفتاح و کلید باشه برای شما به دستتان میتیم. دیگه کار به دوش خود شما هست، مسئولیت به دوش خود شما هست. خب دوستان عزیز، اخوتی فی الله، قبل الولوج فی لب الموضوع لهذه المحاضرة، اود ان الفت انظاركم الى المحاضرة الماضية واهم ما ورد في تلك المحاضرة. إخوتي الكرام، في المحاضرة الماضية قد تكلمنا عن النواسخ المفتدى والخبر، وقسمنا هذه النواسخ إلى الأقسام. قلنا النواسخ ما يكون إما أن تكون من الأفعال أو تكون من الأحرف. ثم بعد ذلك أخذنا كان وأخواتها، وقد ضربنا على ذلك بعض الأمثلة. فاليوم بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ الكتاب من الكتاب التمارين، لأن التمارين من أهم الأشياء في تعلم اللغة العربية. التمارين تلعب دورا مهما في تعلم أي لغة. نمر على هذه التمارين مرارا، نمر عليها مرورا كراما، ونقرأها قراءة عابرة سريعة. ثم اليوم نزيدكم من الأمثلة ومعاني هذه الحروف. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. وقد اخترنا لمحاضرة اليوم هذين العنوانين. العنوان الاول مرور سريع بالتمرينات درس غزشتا، العنوان الثاني إنا واخواتها. وفي هذا العنوان نتطرق الى الامثلة والى بعض التطبيقات والمعاني. اخوتي في الله وزملائي الاعزاء، ندخل في صلب الموضوع ونذهب إلى التمارين. وهذا هو الكتاب المقرر لديكم، هو كتاب القواعد المشجعة. دوستاني عزيز، شما ميبين العنوان كان وأخواتها در اي نقشك جور كرينا، در این نقشه ساخته شده شما میبینین که دو خانه داره. در خانه اول
مبتدا و خبر آورده به همین شکل اصلی خود که نسخ نشده که هر دو تا مرفوع هست، بعد در خانه دوم یکی از همین حروف آورده، یکی از همین افعال آورده ببخشید که آنها را تغییر داده و نسخ کرده. شما میبینید که الجو بارد اليوم، هوا موسم امروز سرد هست. الجو مبتدا است، مرفوع است، مبتدا مرفوع می باشه، فن معرب می باشه، معرفه هست، و بارد نکره هست، ای خبرش هست. خب ما فقط همی چیزایی که مطلوب است همی چیزا می گیریم، با ترکیبات اگر بپردازیم به هیچ جای نمی رسیم. خب بعد از او در خط دوم مقابلش می بینی کان الجو باردن امسی، بود هوا سرد روزی گذشته. در اینجا دوستان شما نسخ می بینین، شما می دانین که کانا مبتدا را به نام اسم تغییر میده، در اون نسخ در نام میاره، در اسم میاره، و خبر باز خبری کنه هست لیکن در اعراب نسخه میاره، یکی در اسم نسخه میاره و در اعراب. بعد کنه ما میگویم که کان الجو باردن امسی دیگه همیشه مبنی بر کسره می باشه، از مبنیات هست. خب دوستان شما میبینین که باریدن تغییر کرده، در اعراب منصوب شده و میگوین که جو اسم کانه هست، مرفوع هست و علامه رفع ضمه ظاهره هست و باریدن منصوب هست چون که خبر کانه هست و علامه نصب آن فتحه بارزه بر باریدن هست. العالم قریه صغیره، عالم که هست دنیا ای جهان یک قریه کوچک، یک دیه کوچک هست، به این اثر طبعا چون که خبر کنج دنیا به کنج دنیا زود میرسه، فر یا گپ هست دیگه. علم مفتدا هست، قریتون خبر است و صغیر بس صفتش میشه. به هر حال اصبح العالم قریه صغیره، گشت شد، یعنی بس اصبح معنی شما دیدین که کلم کرده صبح شده باشه، غالبا تو استعمال میشه، لیکن گشت یا شد دنیا تبدیل شد به یک قریه کوچک و ترکیب و ترتیبش مثل بالا هست، صورت نیست به اعدهش. محمد مدرس، محمد که هست مدرس هست، سار محمد مدرسا، محمد مدرس گشت، شما تغییر میبینین در یرا. العلم منتشر، علم كاس منتشر، تتقدم البلاد ما دام العلم منتشرا فيها، كشبرها بشرف نيكونا تا وقت كي علم دران منتشر وبخش باشا. خب دا اي جملة دف سار اصلا ما دامه هست، در جملة اول كان بود ازمي افعال ازمي خواهرائي كان خود خودش بود، اصبح باز یکی از خواهرانی کنه بود و در جمله بعدی سوم ساره بود و در جمله چهارم مدامه هست. الباب مفتوح، لیس الباب مفتوحا، لیس از جمله آنها هست. خب دوستان عزیز در این مثال شما به صراحت و وضاحت میبینین تغییرات. میایم مثال های بعدی، باید از اول برایتان بگویم که در این چند مثال او میخواه، مصنفین میخواه که به اشاره کنه که همین خبر تنها مفرد نمی باشه، یکان وقت جمله می باشه، یکان وقت شبه جمله می باشه، و جمله باز یکان وقت فعلیه و یکان وقت اسمیه می باشه، و شبه جمله باز یکان وقت جر مجرور و یکان وقت ظرف می باشه. به این تقسیمات اشاره میکنه و فکر کنیم که تقسیمات ما برای شما کردیم. کانت البنت تبکی من الالمی، بود دختره که گریه میکرد از خاطر درد که درد داشت.
كان از جمله افعال ناسخه هست. خب چون که مؤنث است د تصریفاتش میایه کانه کان کانا کانو از همه میایه کانت کانتا و یکونو امر امر شم میایه کن فیکون و مزاری شم میایه از او تصریفش مکمل هست از کانه یعنی پرس کنین چهار دا اقسام همه میایه. شما میبینین که البنتو اسمی کانه هست مرفوع هست اسمش تبكي من الألم تبكي هي جملة فعلية هست فعل هست هي در او زمین هست مستتر هست من الألم جار مجرور است طلب میگیره این جمله فعلی هست در اینجا خبر کنه هست در به هر حال جمله میگوید که در محل نصب کنه هست در محل نصب خبر کنه هست. ليس المريض حالته خطيرة. ليس المريض حالته خطيرة. نيس مريض كي حالتش خطرناك باشد. حال دوستاني عزيز مريض خبر اسمك ليس هس طبعا كي چيز هس مرفوع هس و حالته خطيره مبتدا و خبر هست. مبتدا و خبر بس جمله اسمی هست. جمله اسمی در محل نصب خبر کنه. ما زال الطبيب في المستشفى. خب این جمله شد یک فعلیه و یک اسمیه. هست تا حال هست طبیب در شفاخانه. ما زال ده اینجا هست زمی افعال هست که ما و شما در باره گپ میزنیم یعنی از اخواتی کانه هست. طبیب اسم هست اسمی ما زال هست مرفوع هست و علامه رفش زمی باریزه هست. فی المستشفى در مستشفى ایجار و مجرور هست تعلق دارید میگیره محضوب. خب ای جار مجرور شد ایش ای را میگوید شبه جمله. به هر حال دوستا زل العالم الاسلامی تحت ظلم الاستعمار تحت ظلم الاستعمار سنین طویله. خب ظل از جمله امی از جمله امی افعال هست. العالم الاسلامی العالم ده اینجا که هست العالم الاسلامي موصوف صفات اس بهر الاسم كان هس وشما ميدن كي صفات اس مطبوعين هس تحت ظلم واي از جمله از شبه جمله است چون كي او ظرف آمده است ظرف مكان تحت فوق يمين شمال يك اس ظرف مكان است تحت ظلم الاستعماري مضاف اس بطرف ظلم استعمار سنين طويلة وإي سنين طويلة كي هاس إياس با هم رأي إي مزاب مزاب إليه إي چيزش ميشا خبرش ميشا بهر حال. خب دوستاني عزيز إي مثالا براي شما دادا شد القائلة ميگوية كانا وأخواتها شما ببینین که الجو باریدون به با ای ترتیب شما حل میکنین یعنی خود میتونین که درک کنیم و بفهمین. مبتدا هست مرفوع است به زمه خبر مرفوع است به زمه کنه الجو باریدون اسم کنه مرفوع به زمه خبر کنه منصوب بالفتحه به ای ترتیب با ای چیزا برای شما گفته شده. دینجا گفته که کنه و اخواتها افعال ناسختون يعني تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدا اسما لها مبتدا مرفوع مسازك اسم الشوا وتنسب الخبر خبر خبرا لها وخبر باز منصوب يكون كي منصوب خبر عنها باش. من اخواتي كان اصبحا اضحى ظلا امسى سارا ليس ما دام الى اخره. اسم كان واخواتها قد ياتي ضميرا متصلا مثل كنت فقيرا فأصبحت غنيا. اسم كان يغان وقت زميري
متصل هم میوه. خب ضمیر از خود تقسیمات زیاد داره، و یک تقسیم از ضمیر این است که متصل منفصل تقسیم میشه. ضمیر متصل ما اتصل بکلمت سواء بكلمة اسم أو فعل أو حرف، ويلتصق به كأنه كلمة، كأنها كلمة واحدة. مثل كي أستاذ سيد أفغاني تعريف كرده بود ضمير متصل، تعريف خلاصيش بفارسي مسكي آن ضمير هاس كي بيا كلمة خواه اسم باشه فعل باشه يا حرف باشه متصق وملحق شوا به او امرش چسبیده باشه، که فکر شوه که مثل که اینا یک کلمه باشه، یعنی کنتم مثل همی، یعنی به او جداگانه تلفظ نمیشه. خلاصه شمیز. خب دوستان عزیز، با ضمیر منفصل ان ضمیر هست که ما یمکنه نطق به مستقلا، که به او تنها نطق کرده میشه. حالا ببینید شما کنتو فقیرا امید تو، ضمیر که هست ضمیر متصل است، ایرا میگویم که اسمی کانه هست. فقیرا باز خبرش هست منصوب هست. و فاصبحت غنیا، باز ما گشتم در صبح میگم غنی شدو. خب این همچنان هست. کنتم خیر امت، کنتم ها تم ضمیر، تا اینجا مراد ضمیر متصل همی هست. و خیره، یعنی خیره که منصوب هست، از همی خطر که خبری کانه هست، متنی باز مضاف الیه است. لیسو ذاهبین الی المدرسه، لیسو ده اینجا واو هست دوستانی عزیز، ضمیر متصل. ذاهبین خبرش هست، و چون که مذکر سالم هست ضمیرش از جمله چیز از فروع هست. ما شما از ضمیر به دو قسم داریم، یکی ضمیر اصلی هست، عفوا اعرابی اصلی هست، با یکی اعرابی فرعی هست. اعرابی اصلی زمه و فتحه و کسره و سکون هست، و اعرابی فرعی که باز هست یا هست، الف هست، واو هست و حذف هست. در اینجا دوستان عزیز اعرابی فرعی هست در جمع مذکر سالم. شما میبینین که در جمع مذکر سالم باز اعرابی فرعی بود و دو حالت داشت، در حالت نصب واو، در حالت رفع واو، و در حالت نصب جر یا بود. در اینجا چون که حالت نصبیش هست برایش یا داده، لیسو واو اسم لیسه هست، و ذاهبین ای خبرش هست منصوب هست، از همی خطر برایش یا داده، چون که این مرفوع معرب به اعرابی فرعی هست اینجا الى المدرسه. خبر کانه و اخات قدیعتی مفردا برای شما شرح شد، بالکل این چیزا در بالا که جمله گفته بود ما کاملا برای تان شرح کردم. مثل مازال شریف متابعا، خب جمله فعلیه می باشه مثل کانت من تبکی من الالمی، یا اسمی باشه مثل اسم حال خطیره. شبه جمله جار مجرور باشه مازال شبه مدعی از جار مجرور است، او ضرب باشه مثل زال العالم، ای برای شما گفتم. کانت تستعمل ماضیا مثل کنت طالبا، ما محاصل بدون ما مزاری استعمال میشه، ساکون مدرسا بإذن الله. و امر استعمال میشه، ایره هم طبعا من برای شما گفتم الحمدلله. کن عالما و متعلما، شما باشین عالم یا متعلم. ضع خطا تحت کان و اخواتها ثم بین اسمها و خبرها كما في المثال. دازیری ای الفاظ ای افعال ناسخه خط بمان، مطلب شیست که شما بشنسین. و ما توصیه ما برای شما میز ای توچیزا، باید شما در یک ورقه کوچک نوشته کنید، در بی جیب اول خود بندازین، و همیشه یک بار دو بار بخونین که حفظ شه، و از این شما نرو در هر روز یک 20 دفعه 10 دفعه
امی ورقه کوچه خود را از یک کارت خود را از جیب کشیده اینا را بخوانید. حالا مثال داد، کان المریض متعلما، مریض درد داشت. بس اسم چیز است، کان اینجا مریض هست و خبرش متعلما هست. ظل علی غنیا، خب علی گشت در طول روز غنی، غنی شد. حالا شما اینجا نوشته میکنین که زله در زیر زله خط نوشته میکنین، طبعا این از همی افعال هست. علی اسم هست و غنیان خبر هست و طریقه ترکیبش در بالا ذکر شده بود. اضحى الطالب نشیتا، خب اضحى زیر خط، طالب به اسم، نشیتا خبر. امس العالم متعبا، عامل یا مزدور کار مانده شد، از خطری که کار کرد مانده شد. حال امی عامل، خب ضرورت نیست که اشاره کنیم، ما زال شریف باکیان شریف دفلک تارا گیری میکنه. انا سعید ما دام ولدی نجیحا، ما خوشبخت هستم تا وقتی که بچه و یا پسر ما کامیاب باشه. خب طبعا ولدی نجیحا، ولدی چیز است، اسمی مادامه هست و چون که در اینجا بازی های متکلیم اما در وقت چیز خوزایر نمیشه برون. لیس المدیر مشغولا، مدیر حالا مشغول نیست، بسیار واضح است. اصبحت العرب منتشر، آسان هست. سر الامر صعبا، کار دشوار شد، الامر صعبا هست. اعد الجمل التالية مستعملا ما بين القوسين من كان واخواتها كما في المثالين التاليين. مثال الرجل طبيب، لينجا تشان تشيزا ذكر تشيزكر شو ياك يا زلمه فان ذكر شو يعني اصبح طبيب، اصبح الرجل طبيب. بان مثال ديجا انا ذاهب الى العمل، كنت ذاهبا الى العمل. خب احمد طالب في الجامعه، ما زال احمد طالبا. لينجا بس تغيير معياري طالبنا في الجامعة. بس لينجا نشتمي كوني كي ليس السفر بين البلدين طويل، ليس السفر بين البلدين طويلا. لينجا نشتمي كوني أنتم خير أمة. لينجا بس نشتمي كوني كنتم خير أمة. كان ميري شون كي باز باز ميري تشيس متصل ميشي كنتو. الطائرة وسيلة النقل، شما نشتمي كوني كي ضل الطائرة وسيلة نقل، وسيلة باز منظور ميكوني. أنتم بنعمة الله إخوانا، دا إنجي نشتمي كوني أصبحتم بنعمة الله إخوانني إخوانا، خبرش میه. خب دوستان عزیز، المعلمت مخلصت فی عملها سارت، المعلمت مخلصت فی عملها. انا متعب اليوم، شما نوشته میکنی که أمسيت متعباً اليوم، متعباً أمسيت قفتاً كي بشتر ما يقايد داشتم كي زمير متصل من أمي، شما نشتمي كوني كي أمسيت متعباً اليوم. اليوم هر جاي كي شما بني مرفوضة بالا بني خلش بني چون كي ظرف راس. نتيجة الامتحان جيدة، ليست نتيجة الامتحان جيدة، جيدة. خب امتحان استعمال كذا، لكن دك شوراي عربي بجاي امتحان اختبار استعمال مشه. بهر حال اختبار وامتحان ما عربي هاس، لكن اختبار استعمال مش. استبدل بما بين القوسين وغير ما يلزم، ما بين القوسين كاس انا را با چیز تبدیل کنین و تغییر بدین. اصبح الرجل مریضا، خب
شما باز تغییر میتین این کار شما هست چون که وقت نماند یک چیز بسیار آسان بود. اکمل الجمل التالیه بوازی خبر مع ضبط بالشکل. شما نوشته میکنی كنت في الطريق إلى الجامعة، كنت ذاهبا إلى فتح ميت براشان كنت بس إتو ميقوي كي تركيبش كي أفعال أز أفعال ناسخة هاس تو اسمش هاس وذاهبا يا راجعا. خب دار ليس هؤلاء الطلاب ليس هؤلاء الطلاب ناجحين یا فائزین، فائزون یا ناجحون نوشته نمیکنی چون که خبرش هست منصوب هست. خب دوستان عزیز، اصبحت حدیقه الجامعه جمیله نوشته میکنی سارت غرفه عائشه مليئه بالكتب، یا جمیله بالكتب، مليئه بالكتب، پر شده از کتاب ها. كانت اول زوجات الرسول صلی الله علیه و آله خدیجه من اسمتها. أمس الأطفال نائمين. خب إلى غير ذلك، مثال هذا نمرش ممسير زياد. أثبت بالشكل الكلمة التي تحت خط وبين سبب الضبط بالشكل، يعني من أشكال الشيزاس دوستان زبار وزير الشيزاس. خب دوستاني عزيز، بعضی از تمرینات رو خواندیم، تقریبا یک قسم تکرار شد از درس گذشته و تا این تمرین رسیدیم. در درس آینده از تمرین میگیریم و پیش میریم، یک مرور سریع میکنیم و بعد از او موضوعی کار و اخوات را تعقیب میکنیم، چون که کتاب مقرر شما بعضی از موضوعات داری قدر زیاد نیست، انشاءالله خلاص میشه، کوشش میکنیم که خلاص کنیم و همه رسیدگی کنیم. بارزوی صحت و سربلندی و عافیتی همگی شما. ما یک مرور چیز داشتیم دیگه سری، شما می چیزا را به دقت بخوانین، اگر کدام اشکال داشتین به هر نوع که میشه از طریق واتساپ یا تلگرام ما را از مشکلات خود آگاه کنین، ما کوشش میکنیم که مشکل شما را حل کنیم. موفق و سربلند باشیم.